به نام نامی دوست که هرچه داریم از لطف و عنایت اوست. عرض سلام و درود داریم به خدمت تک تک شما بینندگان خوب تلویزیون هادی. امید که صحتمند و سلامت باشین و امروز با خوشی و با آرزوهای خوب براتون امیدوارم که شروع کرده باشه. اما امروز هم طبق روال هر دوشنبه که برنامه روشنا تقدیم حضورتان میشه با موضوع راه‌های برقراری ارتباط مؤثر با جوانان تقدیم شما میکنیم برنامه روشنا را. و اما دوستان، همانطور که همه ما میدانیم در اکثر خانواده ها ایجاد شکاف و یک جدایی محسوس بین جوانان و بزرگترها به هر حال باعث شده که یک دغدغه با وجود بیاید در بین تمام اعضای خانواده، هم خود جوانان و هم والدین، ای که سعی میکنن از هر زاویه وارد بشن تا ارتباط برقرار کنن با جوان خود. اما متاسفانه گهگداری میبینیم که این تلاش ها برای برقراری ارتباط ناکام میمانه و همه والدین از این موضوع گله‌مند هستن. جوانان از محیط خانواده و از بزرگترها جدایی را بیشتر ترجیح میدن و سعی میکنن گوشه‌گیر باشن، با فضای مجازی درگیر باشن و این والدین و بزرگترها را در واقع وامی داره که دنبال یک سری راههایی باشن. حتما این موضوع برای شما هم اتفاق افتاده که چرا جوان ما با ما او ارتباط مؤثر و او رابطه صمیمی و دوستی را برقرار نمیکنه. امروز در برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنیم که پیام و یا صحبت و نوع ارتباط ما باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا جوان ما او را بپذیره و روی ما در مسئله دوستی و صمیمیت بیشتر حساب کنه. با ما همراه باشین. کارشناس محترم برنامه خانم فتحی در برنامه حضور دارن. سلام خانم فتحی، خوش آمدیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین همه بینندگان محترم. سلامت باشه. امیدوارم که مباحث پیش رو مورد استفاده همه عزیزان قرار بگیرد انشاءالله. خانم فتحی جان، شما در برنامه گذشته راجع به ارتباط مؤثر با جوانان صحبت کردین و این که کسی که پیام میده و میخواد که ارتباط برقرار کنه به عنوان حالا بزرگتر ما ببینیم در محیط خانواده باید چه ویژگی هایی داشته باشه. یک مختصر و کوتاه و گذرا برای بینندگان ما یک خلاصه از برنامه قبل بگید تا در جریان قرار بگیرن و بریم سراغ ادامه بحث امروز. بله، همونطور که شما فرمودید بحث ما در چند جلسه که خدمت عزیزان بودیم درباره جوان هست. بله. و میخواییم که جوان را بشناسیم، با اونها ارتباط برقرار کنیم. درست. و این ارتباط ما تعاملی باشد، اونها هم بتوانند با ما ارتباط برقرار کند، یعنی این ارتباط دو سویه باشد. خب در فرایند ارتباط ما مطالب را عرض کردیم، گفتیم که چند امر است که در ارتباط مؤثره. یعنی هر کدام این موارد را اگر درش نقص باشد، خلل باشد، از اون ارتباط مؤثر فاصله گرفتیم و امکان دارد به تعامل نینجامد. خب ما در اون برنامه اگر خاطر عزیزان باشد آمدیم ویژگی کسی که پیام میدهد. بله. حالا این شخص در خانواده مادر است، پدر است، بزرگتر است، به هر نوعی خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر، یا در جامعه معلمین، اساتید و هر کسی که به نوعی تأثیر گذار هست در تربیت جوان، اون شخص چی ویژگی هایی داشته باشد؟ عرض شد که دو ویژگی بسیار مهم است. یکی این که شخصی که پیام میدهد نزد جوان اعتبار داشته باشد. من. اگر جوان او را نزد خودش فرد دانست که معتبر است، میتونه به حرفای او تکیه بکند، او را قبول داشت به هر نوعه، این فرد قرار است که مؤثر باشد در زندگی و اون پیامی که به اون فرد میدهد. خب در اینجا مطالب دیگه هم عرض شد که عزیزان خاطرشان هست، ما عرض کردیم که مهم بودن، تخصص داشتن و این قبیل موارد بسیار در خود پیام دهنده مهم هست. و یکی از ویژگی های بسیار مهم دیگر
جذابیت ظاهری است که ما عرض کردیم، همون آراستگی شخص، شاید بگوییم بهداشت جسمی فرد مهم است که بخواد با جوان مرتبط بشه، چون جوان در سن هست که او ظاهر آراسته را بر خودش و همچنین دیگران میپسندد. پس ما این مطالب را عرض کردیم. امروز در فرایند پیامی که میدهیم عرض میکنیم که خود محتوا، خود اون پیامی که میدهیم هم بسیار مهم است که یک پیام، از خود ما سوال بکنیم که یک پیام چه ویژگی هایی باید داشته باشد که او یعنی شایسته بکند. بله، یعنی به نحو منظورتان این است که صحبتی که من با جوان دارم از چه الفاظی استفاده کنم، با چه لحنی باشه و داره چه ویژگی های در کل باشه که جوان من او را بپسنده و یا به واسه دیگر جوان پسند باشه. خب قبل از اینکه سراغ این بحث بریم، خانم فتحی، میخوام از شما بپرسم که چه اهمیتی داره این که یک ارتباط مؤثر برقرار بشه بین جوان و بزرگترها و افرادی که با او در تعامل هستن و حالا شاید از جوان از لحاظ سنی بزرگتر باشد. میخواستم راجع به اهمیت این موضوع بر ما صحبت کنین که چرا این همه دنبال مطالب هستیم، دنبال آگاهی، افزایش آگاهی و همچنین برای خود والدین هم یک دغدغه شده و برشان مهم است که با جوانشان ارتباط مؤثر برقرار کنن. شما میدانین که جوانها وقت در یک سن میرسن، خب دوست دارن که با دوستای خودش، با رفیقهای خودشان ارتباط برقرار بکنن. بله، شاید جوانها را به خاطر این که اونجا حرفایی مثلا میزنن که میل جوان به سمت اون نیست یا قدیمی تر هستن یا به هر نحوه، حالا شما این فرض را بگیرین که جوان به انواع و اقسام میتونه از ما فاصله بگیره، جوانی که در خانواده ما زندگی میکنه، اما میبینیم کسایی که همسن او هستن بیشتر اقبال دارن که با اونها مرتبط بشن. خب ما میریم سراغ این مطلب که چی ویژگی های باعث میشه که یک جوان میلش به این باشد که مثلا با دوستان خودش تمایل پیدا بکنه. دوست او چی چیز را بر او میدهد یا امروزه فضای مجازی چی چیز را برای جوان ما میدهد. ما از چی جذابیت های استفاده بکنیم که جوان ما میل به ما هم داشته باشد، سعی بکند با ما هم ارتباط برقرار بکنند. پس اهمیتش از این جهت است که میخواییم با جوان ما مرتبط بشیم و همینطور جوان با ما مرتبط شود، یک تعامل بین ما صورت بگیره و این تعامل باید دو سویه باشد. پس ما در فرایند ارتباط همینو میخواییم دنبال بکنیم که اولا من که پیام میدهم چی ویژگی هایی داشته باشم، دو من پیامی که من میدهم اون چی ویژگی هایی داشته باشد، و در مرحله سوم خود جوان و اون کسی که ما میخواییم با او مرتبط بشیم و راهکارهای این ارتباط چیست. ما دنبال این مطلب هستیم. شما فرمودید که پیام مثلا به لحاظ ظاهری جذاب باشد، به لحاظ محتوایی هم باید جذاب باشد. ما وقتی میگیم پیام، منظور ما این است که محتوا محتوای حق باشد. یعنی ما جوان را به چی دعوت میکنیم. بله، پیام در محتوا علاوه بر این که در ظاهر جذابیت داشته باشد، در محتوا هم جذابیت داشته باشد. پس می توانیم در اولین ویژگی یک پیام خوب که جوان با ما مرتبط خواهد شد، مستدل بودن پیام هست. این اینکه اون حرفی که ما می خواهیم به جوان بزنیم محکم باشد، با دلیل بیان بکنیم. مثلا جوان نیاز به این دارد که رشته تحصیلی را انتخاب میکنه در دانشگاه. بله. مثلا دوست دارد که در سن هست که با چه اشخاص رفت آمد داشته باشد. در کارش چه کار را انتخاب بکند، در ازدواجش. خب اگر ما بیاییم حرف ما را محکم با دلیل بیان بکنیم، قطعا جوان از ما میپذیرد. به عنوان مثال امروز مثلا در جامعه تحصیل در مورد رشته دکتر شدن. بله. شخص بره مثلا درس بخونه که دکتر بشه.
این بسیار یک رشته خوب است، پر درآمد است، شاید بگویم که سن تقاعد هم نداره. بله. یعنی کسی در سن رسمی هم میتونه کار بکنه، وقتی که در سن بود که باز نشسته بشه باز هم میتونه کار بکنن. خب اگر و نامونشان هم داره، بله، در جامعه ما. اگر جامعه ای را توصیه میکنه و جوان ما شاید در اون فضا قرار بگیره که به سمت این برود، ما به عنوان شخصی که جوان را میشناسیم عرض کردیم ویژگی های جوان را، بله، و شخصی هستیم که در خانه با او مرتبط هستیم، اگر ما بیم با او صحبت بکنیم که بله این رشته مثلا رشته خوب هست، این مزیت ها را دارد، اما شما به دلیل این که مثلا روحیه داری که با دکتری نمیخوره یا شاید استعداد جوان ما، شما میدونید دکتری یکی از رشته های سخت است، بله، یا جوان ما در فضا قرار گرفته و شاید بگویم که اون فضا او را سوق میده به این سمت، اما اگر ما بیم با دلیل همین را بیان بکنیم که درست است این رشته رشته خوب است، اما شما به این دلایل نمیتونین این انتخاب بکنین و دلایل ما محکم باشد، قطعا جوان از ما میپذیرد. بله. بس میبینیم که یک پیام علاوه بر این که حق باید باشد، قطعا ما او را میخواییم به سمت یک پیام، یک راهنمایی با او داشته باشیم که او هدایت بشه در روند زندگی خودش دلست. محکم هم باشد. ممنون از شما خانم فتحی بزرگوار و از همراهی شما بینندگان خوب برنامه روشنا هم سپاسگزاریم. یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم که مکان در خدمتتان خواهیم بود. با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما بینندگان عالی قدر هستیم. امروز راجع به برقراری ارتباط مؤثر با جوانان با هم صحبت میکنیم و خانم فتحی کارشناس محترم برنامه در برنامه با ما هستن. اما تا اینجای برنامه راجع به اهمیت ارتباط مؤثر با جوانان صحبت کردیم و گفتیم که به هر حال جوانان به عنوان سرمایه های اصلی هر جامعه و خانواده ها یک نیروی بالقوه هستند، دارای استعدادهای فراوان و پتانسیل بسیار خوب و غیر قابل انکار برای هر جامعه که در صورتی که ارتباط مؤثر با آنها برقرار بشه میتونیم این استعدادها را به نحو احسن شکوفا کنیم و در راستای رشد و پیشرفت و پیشرفت و تکامل شخصیتی ای جوانان هم میتونیم که یک مسیر خوب و مد نظر دین مبین اسلام را بهشان نشان بدیم و همه اینها لازمش برخورداری از ارتباط مؤثر با جوان است. خب برگردیم به ادامه بحث با خانم فتحی راجع به ویژگی های یک پیام خوب با هم صحبت میکردیم، این که یک پیام مؤثری که داریم اون را انتقال میدیم به جوان باید چه ویژگی هایی داشته باشه. در ویژگی اول عرض کردیم که پیامی که ما میدهیم اون پیام محکم و با دلیل بیان بشه. اگر با دلیل بیان بشود قطعا جوان اون را از ما میپذیرد. در دومین ویژگی یک پیام خوب میتوانیم این را بگیم که محرک احساسات و عواطف جوان باشد. خب جوان در سن هست که عواطف و احساسات در وجود او غلیان میکند، زیاد است و وقتی ما میخواییم که این احساسات او را کنترل بکنیم سعی میکنیم که به گونه با او وارد بشیم، وارد گفتگو بشیم، پیام بدیم که ما هم
اون پیامی که میدهیم حاوی پیام عاطفی و احساسی باشد. یعنی با توجه به شرایط او که در چه زمان هست، بله، در چه سن قرار دارد و ما میخواییم که عواطف او را بر بیانگیزیم، در این حال این که احساسات او را کنترل میکنیم. بله. خب در اینجا لحن پیام بسیار مؤثر است. ما این ویژگی ها را قبلا هم داشتیم که با جوان ها با زبان نرم باید صحبت بشه، در این که اونها انسان های بسیار محکم هستن به لحاظ این که یک چیز را عقلانه بپذیرن. خب اگر بیاییم در کنار این عقلانی صحبت کردن، عواطف را دخیل بدانیم، لحن خود ما را لحن مناسب قرار بدیم، قطعا از ما بیشتر میپذیرند. شاید خانم قاسمی عزیز شما هم دیده باشید که بعضی از خانواده ها یا بعضی از پدرها هستن که با این که پیامشان محکم و مستدل است، پیامشان حق است، پدر هستن، دلسوز فرزند خودشان هستن، پیامشان جامع هست، کامل هست، اما متاسفانه لحن پیام لحن نیست که جوان پسند باشد. دقیقا. شاید به زبان عامیانه بگیم که زبان گزنده است. زبان نیشدار است. میخواین با یک لحن با جوان صحبت بکنن، با اینکه پیام خوبه هست، اما جوان اون را نمیپذیرد. شاید بگویم که از روی احترام در مقابل ما سکوت میکنن، پیام به گوششان میرسن، اما در عمل پیام ما را اجرا نمی کنن. چرا؟ چراییش برمیگردد که پیام دهنده باید دقت بکند که پیام او اولا چیست؟ همون خود اصل پیام محتوایی که ما میدهیم باید درش احساسات باشد. از کلمات استفاده بکنیم که این پیام را به او جوان بدهد که شما میتوانین با ما مرتبط بشوید. علاوه بر او لحن ما هم لحن محبت آمیز باشد که جوان با ما مرتبط بشود. و حالا که بحث به اینجا رسید خانم فتحی، خیلی وقتها ما دیدیم در خانواده ها که اگر پدر هم به قول شما داره یک پیام خوب میده و محتوای پیامش پیام واقعا مفیدی هست برای جوان، اما به خاطر این که حالا با لحن و یا الفاظ سرزنشگونه میایه این پیام انتقال میده، یا او را قضاوت میکنه، یا در مقایسه با سایر همسالانش در فامیل او را قرار میده، همه اینها باعث میشه که همون رقم که شما گفتین جوان او پیام را در حالی که به نفعش هست و یک پیام مفید هست نپذیره و حتی به قول معروف یک گوشه در کنه و گوش دیگر دروازه و اصلا تأثیر روی او نداشته باشه. پس چه خوب است که در برقراری ارتباط با جوانان از قضاوت، سرزنش، مقایسه کردن و امثال این موارد پرهیز کنیم و بتانیم یک رابطه صمیمی و دوستانه را همون رقم که با دوستان خود جوان ما صحبت میکنه، همون رقم ما هم با او با همون الفاظ و لحن صحبت کنیم. فکر میکنم این رقم مؤثرتر خواهد بود. قطعا به همین صورت است. پس پیام را سعی بکنیم که علاوه بر این که جذابیت ظاهری دارد، در محتوا هم محتوای محبت آمیز باشد. هزینه ندارد که ما اگر کلمات محبت آمیز در رابطه جوانها داشته باشیم. اونها بالاخره فرزندان ما هستن، خواهر برادرهای ما هستن. خب بعضی حالا شاید بگوین که ما روی ما نمیشه مثلا کلمات محبت آمیز بگیم. تمرین بکنیم وقتی که اونها کوچکتر هستن چطور از کلمات محبت آمیز استفاده میکنیم. خب وقتی که بزرگتر هم میشن اونها باز هم فرزندان همون خانواده هستند. بله. پس این بسیار مهم هست و جوان را به سوی ما میتواند جذب کند. از ویژگی های دیگر پیام که میتونیم در این رابطه صحبت بکنیم این است که مخاطب ما را بشناسیم. یعنی اون جوان ما را
بشناسیم. ما عرض کردیم ویژگی های یک جوان را، خب این ویژگی ها بیشتر از چیزیست که ما اینجا بیان کردیم. عزیزان برن مطالعه بکنن ویژگی های جوان ها چیست و ما شناختی که نسبت به جوان ما داریم بر اساس اون ویژگی های اونها با اونها مرتبط شویم. پس نیازسنجی مخاطب یکی از مسائل بسیار مهم است که امروزه در روانشناسی و علوم تربیتی مورد تأکید و توجه هست. دقیقا. حتی ما در مباحث دینی ما وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبینیم در احادیث متعدد به این امر توجه کردن، خودشان یعنی خودشان را که میبینیم به این امر توجه کردن، بعد در یک حدیث میفرماید که ما پیامبران، اینه شما پیامبرای بزرگوار را در نظر بگیرید، اینها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما امر به این کار شدیم که در سطح و اون طرز تفکر مردم صحبت بکنیم. بله. پس وقتی که ما میبینیم پیامبر ما توجه به یک کسی است که ابلاغ کننده پیام الهی است، مرتبط میکنند ما را با خداوند متعال. خب قرآن پیام خداوند متعال است، کی میخواهی را تفسیر بکنه؟ این را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ائمه معصومین علیه السلام، خب اینها خودشان فرمودن که ما در مورد کسانی که با ایشان مرتبط میشیم اونها را در نظر میگیریم که در چه سطح از لحاظ فکری قرار دارند، به لحاظ شناختی، به لحاظ روانی. خب من وقتی به عنوان کسی که میخوایم با جوان مرتبط بشم در نظر این را بگیرم که چه طرز تفکر جوان من دارد، او در چه سن هست. شما میدانید که جوانی را خب عددهای مختلف گفتن، حالا سن بعضی میگن 18 سالگی، بعضی هم بیشتر. خب شما یک جوان را در نظر بگیرید از سن 18 تا مثلا 30 سالگی تا 20 چند سالگی، خب اینها عددی که ما عرض میکنیم، بعضی میگن که این عدد مهم نیست، بسیار بله. اون شخصیت طرف مقابل را باید در نظر داشته باشیم، ببینیم آیا شخصیت او این را اقتضا میکنه که من این پیام را به او بدهم یا ندهم. پس این اقتضایش چیست؟ این که من به جوان شناخت داشته باشم، به ویژگی های روانی و روحی او توجه بکنم، یا تحصیلات او در چه سطح است. بعضی ها میبینیم که توصیه های به جوان ها می کنن که برای نوجوان هست. خب جوان این را از ما نمی پذیرد. پس سن، سطح تحصیلات، جنسیت، آیا اون طرفی که من پیام می دهم دختر است یا پسر است؟ خب اینها را ما باید لحاظ بکنیم و بتوانیم در مورد اونها وارد گفتگو بشیم، با اونها و گفتگو بکنیم. و در همین جا در نیاسنجی یک امر دیگه بسیار که مهم هست، زمان هست که جوانهای ما امروز در او قرار دارن. این زمان شناسی بسیار مورد توجه هست. بله. چرا که ما نمیتوانیم با اون افکار، با اون نحوه تربیتی که ما شدیم، جوان امروز عیناً با همون افکار، با همون روش ها بتوانیم تربیت بکنیم و با اونها مرتبط بشیم. پس اقتضای این دارد که ما سعی بر این بکنیم که جوان را از همه لحاظها بشناسیم و این نیاسنجی در مخاطب یک امر بسیار مهم است و میتواند پیام ما را مؤثرتر بکند و جوان را با ما مرتبط داشته باشد. بسیار عالی خانم فتحی. و ضمن این که باید توجه داشته باشیم که همون قبل که شما اشاره کردین، جوان امروز از آگاهی بیشتر و منطق و عقلانیت بیشتری نسبت به جوان دیروز برخوردار هست و این میطلبه که من به عنوان بزرگسال آگاهی خود را بروز کنم و از مطالب بیشتری آگاهی پیدا کنم تا بتانم با جوان خود ارتباط مؤثرتری را برقرار کنم. ممنونیم از شما. بریم بعد دوباره برگردیم با ادامه برنامه، در خدمت شما خواهیم بود. آه
خب به بخش پایانی برنامه امروز روشنا رسیدیم و امیدواریم که تا این قسمت از برنامه براتون مفید واقع شده باشه. راجع به راه‌های ارتباط موثر با جوانان صحبت می‌کنیم و خانم فتحی کارشناس محترم برنامه با ما هستن. خب خانم فتحی، راجع به این صحبت کردین که شخصیت شناسی جوان میتونه سهم بسیار مهمی داشته باشه در ارتباط به برقراری ارتباط موثر با او. این که جوان ما از چه روحیات و چه قابلیت های برخوردار است، همون هم که شما گفتین جنسیتش چی است، احساسات و عواطفش تا چه حد هست، همه اینها را اگر در نظر داشته باشیم میتونیم که یک ارتباط موثرتری را برقرار کنیم با جوانمان. خب ادامه بدین بحث، هم میشنویم از شما. در آخرین ویژگی که میتونیم عرض بکنیم که آیا یک پیام چی ویژگی هایی داشته باشد که او را بتواند شایسته و بایسته بکند که ما اون پیام را به جوان منتقل بکنیم، بله، روشن و گویا بودن یک پیام هست. به این معنا وقتی که پیام را برای جوان می دهیم، او را با توجه به اون ویژگی هایی که عرض کردیم، مستدل باشد، محرک عواطف باشد، نیاز اون را سنجیده باشیم که در چه سطح از فهم و شعور و طرز تفکر قرار دارد، این را مد نظر قرار بدیم که پیام ما روشن و گویا باشد. بعضی ها میگن که ما به جوان با کیانه گفتیم، ما به جوان با مثال گفتیم، او متوجه نشد. خب عزیز بزرگوار، او جوان در سن هست که افکار شاید بگوییم که نامنظمی هست، تحت تأثیر احساسات بسیار هست، درسش هست، آینده شغلیش هست و هر چیزی که شما در نظر بگیرید. خب شما وقتی این پیامتان دارای ویژگی های بسیار خوب هست، چرا همون پیام را به صورت درست، روشن و گویا برای جوان بیان نمی کنید و جوان بعداً اعتراض می کنند بزرگترها که جوان پیام ما را نگرفت یا به او اهمیت نداد. خب اگر ما به ویژگی پیام توجه بکنیم، جوان از ما اون پیام روشن را پذیرا خواهند بود. بله دقیقا. حتی شما می دانین که خودتان کودک و نوجوان دارین، میگن که اونها را وقت تنبیه می کنید، البته تنبیه مد نظر ما تنبیه به معنای جسمی نیست، تنبیه که مثلا ما او را محروم بکنیم، چون در امر تربیت هم تشویق و هم تنبیه امر مؤثر هست. دقیقا. خصوصا تنبیه را میگه بلا فاصله انجام بدین، نگذارین که بگذرد زمان از او و بعد ما تنبیه بکنیم. ما اگر جوان را میخواییم پیام بدیم، همین مقایسه را شما در نظر بگیرین که هدف را ما همینجا میدانیم، مکان همینجاست، زمان همینجاست، پیام رو روشن و واضح به او باید منتقل بکنیم، وگرنه جوان ما او رو نمیگیرد و بعدن اگر پیام داده شود شاید اونها بگن که پیام شما به ما نرسیده است. به این معنی که کنایه و یا طعنه و یا با الفاظی که حالا غیر مستقیم باشه تلاش کنیم که به جوان یک پیام برسانیم کارآمد نیست و چه خوب است که روشن و واضح صحبت ها همون که شما اشاره کردید گفته شه. بله خب ادامه بدید. پس ما بر اساس نیازی که مخاطبان ما دارد سعی بر این کردیم که مهمترین ویژگی های یک پیام را بیان بکنیم. پس در فرایند ارتباط و ارتباط مؤثر چند چیز مهم است: پیام دهنده که چه ویژگی هایی داشته باشد، خود پیام، و حالا میخواییم بپردازیم به پیام گیرنده، اون کسی که از ما میخوای پیام را دریافت بکند. چون ما ویژگی های جوان را، این که شناختش در چه سطح باشد، لحاظ ویژگی های او، این مطالب را قبلا بیان کردیم، به یک نکته اینجا فقط میپردازیم، این که به باورهای جوان ها توجه بکنیم. که جوان ما وقتی ما میخواییم پیام را به او بدهیم، او در چه سطح از باورهای، حالا ما اینجا دینی را میگیم، قرار دارد. مثلا ما در موارد مبانی دینی وقتی یک جوان از ما میخواه بپذیره، اول او را بشناسیم که او در چه سطح قرار دارد. خب بعضی از جوان ها هستن که الحمدلله خودشان اطلاعات کافی دارن،
زمینه پذیرش در اونها بسیار زیاد است. خب ارتباط گرفتن با اینها هم آسان تر است با توجه به اون شناختی که ما با او داریم. برخی از جوانها هستن که مبانی دینی را قبول دارن، یعنی به لحاظ طرز فکرشان وقتی با ایشان صحبت میکنین اینها قبول دارن، اما در عمل یا بگویم در ایمان اونها نقصهای هست. یعنی اون چیزی که باور دارن با اون چیزی که عمل میکنن به صورت بله کامل یکی نیست. خب اگر من شناخت داشته باشم از طریق با اینها مرتبط میشم که بتوانم عمل اورم هم مثل اون چیزی که پذیرفته یکسان بکنم، یعنی افکارش را بخوایم تطبیق بدم با عملش در واقعیت. این توانایی کسی باید داشته باشد که جوان را بشناسد. ولی برخی از جوانها هست که تو مبانی دینی، البته عده اینها کم است، بسیار ضعیفن و شاید اصلا نخواهند که با ما وارد گفتگو بشن، یعنی اصلا نمیخواهند که پیام را بشنون. خب اینجا اگر من جوان را بشناسم، ویژگی او را بدانم، از راه وارد میشم که او اون مبانی دیگر را قبول دارد، شاید مبانی دینی را قبول نداشته باشد. خب میپردازیم به این که این جوان چه چیز دیگر را غیر از مبانی دینی قبول دارد، از یک راهی که برش جذابیت داشته باشد. مثلا بحث را از فوتبال شروع میکنیم. خب جوان ها به این ورزش بسیار علاقه‌مند هستن. بحث از مد روز شروع میکنیم. مدگرا هستن جوان، اقتضای سنشان هست، چیز بدی هم نیست. خب ما از راه وارد میشیم که او مورد پسندش هست، قبول دارد او را. از آرزوهای جوانها وارد میشم، الحمدلله جوانها میبینیم که آرزوهای زیاده هم دارن، چیزهایی را به کار میبرن، اسامی از رویاهای خودشان را یا بگویم که وسایل را به کار میبرن که اصلا شاید ما نشنیده باشیم. اما اگر من آگاه باشم به ویژگی این جوان، قطعا از راه وارد میشم که او اون مباحث را، اون مبانی را، اون طرز تفکر را قبول دارد و ما میخواییم که او را مثلا به امور دینی دعوت بکنم. خب از راه وارد بشم که او قبول دارد. دقیقا. پس باورها یکی از مسائل بسیار مهم است که ما را میتوانه با جوانها مرتبط بسازد. در رابطه با همین ارتباطی که ما میخواییم با جوان بگیریم، چند امر دیگه هم بسیار مهم هست. یکی از ویژگی های جوان هایی که اون حس قدرت طلبی اونها را به لحاظ جسمی و همچنین به لحاظ روحی و روانی تأمین می کند، مسئولیت سپردن با اونهاست. ما بیاییم به جوان ما مسئولیت بسپاریم. این کار را باید البته والدین محترم از سن کوچکتر که هستن شروع بکنن که بچه مسئولیت پذیر بشود. وقتی که در سن بزرگی قرار دارن ما مسئولیت با او کاملا بسپاریم. به قول یکی از دانشمندان، شما جای هیچ نگرانی براتان نباید باشد. جوانها مبتکر هستن، سریعتر اون کار را انجام خواهند داد و چون قدرت روحی بالایی دارن، قدرت جسمی بالایی دارن، کامل اون رو انجام خواهد داد و نگران این امر نباید ما باشیم. فکر میکنم خانم فتحی، این که به جوانمون مسئولیت میدیم، به اون پیام هم میرسانیم که ما بر تو اعتماد داریم و توانمندی تو باور داریم و این خوب یک اعتماد به نفس خوبی را در جوان ایجاد میکنه که از این که مورد قبول خانواده هست یک حس قدرتی بهش دست میده و خب اعتماد متقابل را ایجاد میکنه بین والدین و جوانان. درست است؟ به همین صورت است. اگر به هر دلیل ارتباط جوان ما با ما آسیب دیده، بله، جوان نمیخواد با ما مرتبط بشود،
ما اگر میخواییم توجه او را دوباره به سمت خود ما جلب بکنیم، یکی از راه های او همین سپردن مسئولیت به او هست. ما در جلسات قبل هم اشاره داشتیم، ببینید که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خودش در اون جایگاه مهم قرار دارد، اما وقت مسئولیت ها رو میبینیم که به چه اشخاص سپرده است، میبینیم مورد اعتماد حضرت بیشتر جوان هاست. بله. خب در فتح مکه عرض کردیم که حضرت یک جوان در حدود 20-25 ساله را امیر مکه، یعنی بزرگترین فتح در اسلام فتح مکه است، میبینیم ایشان را قرار میده یک فرد جوان را. زمان ما کم است اگر که مختصر تر بله. یا در جنگ با روم که یک جنگ سرنوشت ساز بود بین اسلام و رومیان، میبینیم حضرت یک جوان را قرار میده و کسانی که اعتراض میکنن و نمیخواین او را همراهی بکنند، حضرت مورد لعن قرار میدهد و میگوید که باید اسامه را شما همراهی بکنید. پس بنابراین اگر ما میخواییم که با جوانهای ما مرتبط بشیم، سعی کنیم از راه وارد بشیم که با اونها مسئولیت بسپاریم، اونها را مورد احترام قرار بدهیم. قطعا در این ارتباط کسی که هم فایده میکنه و سود میبره هر دو طرف هست، که و انشاءالله یک راه تعاملی بین ما و جوانهای ما پیدا بشود. ممنون و سپاسگزاریم. و چه خوب است که به مرزهایی که جوان برای خودش تعیین میکنه، حالا دوست نداره به حریمش زیاد وارد بشن بزرگترها، و اینها هم احترام گذاشته بشه و انتباه پذیری داشته باشن در برابر تغییرات روحی و جسمی که جوانان دارن و او را تجربه میکنن، ما هم مطابق با او پیش بریم. سپاسگزاریم از شما خانم فتحی که امروز در برنامه حضور پیدا کردین و با صحبت‌های مفیدتون برنامه ما را پربار کردین، و همچنین ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز که نگاه های گرم و صمیمانه‌تان تقریب برنامه امروز روشنا کردن. التماس دعا و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.